نوبل صلح تنها جایزه نوبل است که برنده آن را کمیته نوبل در نروژ انتخاب می کند. رئیس هیئت مدیره کمیته نوبل صبح جمعه 20 مهر ماه در اسلو پایتخت نروژ اعلام کرد که نوبل صلح 1403 به نیهون هیدانکیو جنبش مردمی بازماندگان حملات اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن داده خواهد شد. به گفت نیهون هیدانکیو که هیباکوشا هم خوانده می شود، طی 80 سال گذشته از بمب اتمی تابو ساخته و با ارزی شواهد نشان داده که دیگر هرگز نباید از سلاح اتمی استفاده شود. The Hibakusha helps us describe the indescribable. هیباکوشا به ما کمک می‌کند وصف ناشدنی را توصیف کنیم، به آنچه فکر ناکردنی است بیاندیشیم و درد و رنج غیرقابل درک سلاح‌های اتمی را بفهمیم. با این همه کمیته نوبل نروژ می‌خواهد این حقیقت تشویق‌آمیز را یادآور شود که در 80 سال گذشته از تسلیحات اتمی در هیچ جنگی استفاده نشده. رئیس کمیته نوبل نروژ گفت سال آینده انفجارهای اتمی سال 1324 ژاپن 80 ساله می‌شود و یادآور شد که 120 هزار نفر در هیروشیما و ناکازاکی در اثر انفجار و همین شمار هم در ماه‌های بعد در اثر جراحات ناشی از سوختگی و تشعشع رادیواکتیو جان باختند و گفت کمیته نوبل نروژ امیدوار است که مردم جهان و رهبران سیاسی به روایت‌های بازماندگان آن دو بمب اتمی گوش کنند. رئیس هیئت مدیره شاخه هیروشیمای جنبش بازماندگان بمب اتمی توشیوکی میماکی برای پاسخ به این تلفن آماده بود. ما مثل همیشه برای القای تسلیحات اتمی و دستیافتن به صلح همیشه پایدار تلاش میکنیم. جایزه صلح نوبل برای هیدانکیو، فکر میکردم نوبل صلح به آنها که در غزه سخت تلاش میکنند داده میشود. این واقعیت است یا رویا؟ من از شدت احساسات کمی اشک شوق ریختم. قلب من از حس‌های مختلف پر است. دبیرکل نیکون هیدانکیو نهاد بازماندگان حملات اتمی ترومی تاناکا 94 ساله اینجا در دفتر مرکزی سازمان در ناکازاکی عکسی را نشان می‌دهد که در 13 سالگی در سال 1320 4 سال پیش از انفجار اتمی با دبیران و همشاگردی‌ها برداشته. تاناکا بیش از 20 سال برای اشاعه پیام ضد بمب اتم تلاش کرد. دبیرکل سابق نیهون هیدانکیو سنجی یاماگوچی در سال 1392 در 82 سالگی از دنیا رفت. او هم 14 ساله بود که بمب اتمی در زادگاهش ناکازاکی منفجر شد. به رغم جراحات دائمی و نقص عضو، یاماگوچی انجمن قربانیان بمب اتمی را تشکیل داد و نخستین سخنگوی آن بود.